حذف نام نماینده افغانستان از فهرست سخنرانان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2022 واکنش های مختلفی را به دنبال داشت. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل پس از بالا گرفتن سر و صداها در مورد حذف افغانستان از فهرست سخنرانان در مجمع عمومی سازمان ملل در رشته توییتی نوشت که طبق توافق سال 2021 این بار نیز سخنرانی نماینده افغانستان حذف شده است. مرکز ژئوفیزیک ایران اعلام کرد در شهریور ماه 1401 تعداد 570 زمین لرزه در کشور ایران و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل شده و 5 زمین لرزه با بزرگی بیش از 4 ریشتر در کشور ایران به ثبت رسیده است. بنابر اعلام این مرکز، استانهای خراسان رضوی با 68 زمین لرزه، آذربایجان غربی با 58 زمین لرزه و کرمان با 53 زمین لرزه بیشترین تعداد زمین لرزه را در بین استانهای کشور ایران داشتند. ساکنان استان هلمند افغانستان درخواست کردند که برای بازسازی خانه‌های ویران شده‌شان به ایشان کمک مالی شود. به گزارش طلوع نیوز، شهروندان ولایت هلمند افغانستان مدت زیادی است که تحت تأثیر خشونت طالبان قرار گرفتند و این مسئله بر رنج مالی افغانستانی‌ها افزوده است و لذا اکثر آنها قادر به بازسازی خانه‌های خود نیستند. با این حال مقامات محلی هلمند ادعاهای شهروندان را رد نموده و گفته است که کار بازسازی خانه‌های ویران شده در مناطق جنگ زده این ولایت را با کمک مالی سازمان‌های دوستدار بشر آغاز کرده‌اند. گروهی از باستانشناسان بقایای تعداد زیادی از مردم را در شهر گرانادا در جنوب اسپانیا پیدا کردند. این گونه گمان می رود که این بقایا متعلق به مسلمانانی باشد که در اواخر حکومت اسلامی اندلس 711 الی 1492 میلادی در این منطقه زندگی می کردند. بنا به گفته سرپرست تیم امجد سلیمان، آنها در حین کاوش ها به اکتشافاتی دست یافتند که قدمت آنها به قرون وسطا باز می گردند.